محمد باقر قالیباف زاده 1340 در شهر ترقب است. او نیز به مانند رحمانی فضلی وزیر کشور اصالتاً کرد و از قوم کرمانج شیعه شده شمال خراسان است. قالیباف در اذهان عمومی ایران فرد خوشنامی نیست. بخشی از بدنامی او به فسادهای مالی گسترده وی و خانواده‌اش باز می‌گردد. پرونده‌های متعدد مستند فسادهای او در دو دهه گذشته هرگز پیگیری نشدند. او در اولین قدم آشکار خود در مسیر سوء استفاده از بیت‌المال وقتی با حکم علی خامنه‌ای در سال 1376 به سمت فرماندهی نیروی هوایی سپاه منصوب شد، با تأمین هزینه از بودجه سپاه به فرانسه رفت و در دوره‌های گران قیمت آموزش و آزمون خلبانی هواپیماهای مسافربری ایرباس شرکت کرد. آموزش‌هایی که هیچ ارتباطی با موقعیت و پیشینه نظامی وی نداشت. او بلافاصله عکس‌های فخفروشانه فراوانی از خود به سبک آرتیست‌های هندی در انواع لباس خلبانی هواپیمایی مسافربری در کابین و یا کنار هواپیماهای مسافربری منتشر کرد. قالیباف که هنوز هم خلبان رسمی ایران ایر می باشد، تنها خلبان مورد اعتماد علی خامنه‌ای در سفرهای هوایی او با هواپیماهای اختصاصیش است. سوابق سرشار از فساد پاسدار قالیباف نشان می دهد که وی به طور مداوم از بیت‌المال به عنوان یک منبع جهت پرداخت رشوه های کلانی که برای رسیدن به اهداف سیاسیش پرداخت می نموده سوء استفاده کرده است. یکی از اولین پرونده‌های بزرگ رسانه‌ای شده فساد اقتصادی قالیباف به دهه 80 و در ارتباط با صرف پول‌های حاصله از درآمد قاچاق مواد مخدر برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 باز می‌گردد. قالیباف از 4 سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری 84 در سمت فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با هماهنگی سپاه پاسداران مشغول معامله‌های کلان مواد مخدر به وسیله قاچاقچیان مورد تایید سپاه در کریدور شرق به شمال غرب و شرق به جنوب بود. پاسدار قالیباف که در سال 1375 از پایان نامه ارشد خود تحت عنوان نقش عوامل جغرافیایی در امنیت سیستان و بلوچستان دفاع کرده بود، مطالعات وسیعی را به کمک عوامل ساس در بلوچستان برای نحوه استعمار و استثمار این منطقه مظلوم از ایران انجام داده بود. او پیش از انتخابات به آزادی برخی قاچاقچیان مورد تایید سپاه کمک کرد و آنها هم متقابلاً به ستاد انتخاباتی پاسدار قالیباف کمک‌های مالی کردند. این پرونده علارغم گزارشات مدلل ارائه شده به شورای امنیت ملی نه تنها رسیدگی نشد، بلکه تا سال 1392 یعنی 8 سال بعد توسط مقامات ارشد رژیم مخفی نگه داشته شد. جرم پاسدار قالیباف در قاچاق سازمان یافته مواد مخدر فقط هنگامی علنی شد که حسن روحانی در جریان مناظره‌های انتخاباتی سال 1396 از این پرونده به عنوان ابزار تبلیغاتی علیه قالیباف استفاده کرد. حسن روحانی گفت این پرونده در شورای عالی امنیت ملی مطرح بوده، اما جلوی به جریان افتادنش گرفته شده است. حتی زمانی که احمدی نژاد از شهرداری به ریاست جمهوری رسید بسیار تلاش کرد تا یکی از نزدیکانش را شهردار تهران نماید، اما قالیباف آنچنان که خودش در یک فایل صوتی گفته است با حمایت مستقیم رهبری شهردار تهران شد. جلال عسکری دبیر کمیسیون مالی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران پرده از یکی از تخلفات پاسدار قالیباف برداشت. به گفته جلال عسکری، بودجه تخصصی از سوی قالیباف برای سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 94 به صورت هدفمندی به رقم حدود 1800 میلیارد تومان رسید. این رقم از مجموع بودجه دو نهاد اصلی ورزش ایران یعنی کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان بیشتر بود. هرگز مشخص نشد پاسدار قالیباف از افزایش جهشی سالیانه بیش از 90% بودجه این سازمان به دنبال چه هدفی بود و این بودجه فزاینده چگونه هزینه شد. آنچه روشن است بخشی از بودجه شهرداری تهران صرف صدور کارت‌های شهروندی با ارزش میلیاردها تومان درست قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 در حمایت از قالیباف شهردار وقت تهران شد.
عزل و نصب های فراوان خارج از عرف اداری در مدیریت ها و معاونت های سازمان ها و ادارات شهرداری تهران و به کارگیری خیشاوندان همدستان قسم خورده قالیباف در پست های حساس شهرداری تهران بدون هیچ رسیدگی قضایی صورت گرفت. در زمانی که قالیباف آماده مبارزه انتخابات ریاست جمهوری می شد، چندین برابر نیاز شهرداری تهران استخدام های سفارشی انجام داد. او در سال 1393 به طور غیرمنتظره‌ای زمین ورزشگاه باکری را به باشگاه تراکتورسازی تبریز اهدا کرد. اقدامی پوپولیستی که در جهت جلب توجه و رضایت قوم ترک ایران انجام گرفت. قالیباف حتی زمانی که عیسی شریفی قائم مقام او در شهرداری تهران نیز به اتهامات اقتصادی کلان بازداشت شد، به دادگاه احضار نشد و به دبستانهای مالی او و قائم مقام بازداشت شدهش پنهان نگه داشته شد. یکی دیگر از تخلفات عدیده قالیباف پرونده خانه ها و املاک نجومی اوست که هرگز پیگیری نگردید. سایت معماری نیوز افشا نمود که شهردار قالیباف به مدیران و اطرافیانش ملک‌های گران قیمتی را به قیمت‌های بسیار نازل واگذار کرده است. اما این دفعه نیز شهردار تهران احضار نشد و به جای او افشا کننده فساد احضار و بازداشت گردید. در پرونده فساد بعدی پاسدار قالیباف نیز مشخص شد که تخلفات گسترده‌ای در بانک‌های شهر و سرمایه تحت نظارت و مدیریت او در شهرداری صورت گرفته، اما باز هم هیچ مقام قضایی حتی سراغ شهردار پاسدار را نگرفت. در مورد دیگر، پاسدار قالیباف به طور غیرقانونی اما با پیچیدگی و ظاهرسازی 60 میلیارد تومان از بودجه شهرداری تهران را به مؤسسه خیریه امام رضا که همسرش زهرا مشیر از مدیران آن بود پرداخت کرد و این جدا از اتهامات فساد اقتصادی بود که متوجه پسرش الیاس قالیباف بود. اما شهردار فاسد باز هم احضار نشد و این پرونده نیز به جایی نرسید. از همه تأسف بارتر آن که تمامی افرادی که فسادهای قالیباف و خانواده‌اش را رسانه‌ای کردند در کمترین مدت دچار سرنوشت‌های سخت شدند. مسعود مولوی، محمد علی نجفی و یاشار سلطانی تنها تعدادی از این افراد تنبیه شده هستند. و اما وقتی قالیباف سران سپاه را به افشای فسادهایشان تهدید می‌کند، در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری 1396، حسن روحانی به جرم پاسدار قالیباف در قاچاق سازمان یافته مواد مخدر اشاره کرد. پرونده‌ای که در شورای عالی امنیت ملی مطرح بوده، اما جلوی به جریان افتادنش گرفته شده است. در جریان همان انتخابات سال 96، محمد باقر قالیباف لیست اموال خود و نزدیکانش را اعلام کرد که در آن چنین عنوان کرده بود که دارایی پسرش اسحاق تنها 1,000,000 تومان است که در حسابش موجود است. اما همین فرزند پاسدار قالیباف واردات انحصاری کشور در برخی کالاها را در اختیار داشت و اسنادی از انجام معاملات املاک لوکس توسط او در سیدنی استرالیا انتشار یافت. پاسدار قالیباف پس از تصاحب کرسی ریاست مجلس 11 با انتصاب نزدیکانش به سمت‌های مختلف حوزه اداری مجلس نشان داده است قوه مقننه را دقیقاً با همان سبک و سیاق فسادانگیز شهرداری تهران مدیریت می‌کند. غلامرضا تاجگردون از اعضای سابق مجلس 11 پس از اخراجش توسط سایر اعضای مجلس علیه قالیباف دست به روشنگری زد. او به صراحت اعلام کرد که از قالیباف پرونده دارد. تاجگردون گفت آنها دنبال معایب من بودند، در حالی که این روزها همه مسئولین عیب دارند. شاید من شیشه کثیف باشم، اما دستمال آنها هم تمیز نیست. اخیراً مصطفی میرسلیم عضو مجلس 11 گفت که محمد باقر قالیباف در اسفند ماه 95 زمان ریاستش بر شهرداری تهران 65 میلیارد تومان به رئیس کمیسیون عمران مجلس 10 رشوه داده است تا از تحقیق و تفحص مجلس در خصوص فساد در شهرداری تهران جلوگیری کند. میرسلیم همچنین تصریح کرد که اسناد این رشوه را به قوه قضاییه فرستاده است. این در حالی است که پس از انتشار خبر فرار سردار پاسدار عیسی شریفی از کشور و بازگشت او تا دستگیری و شایعه حکم اعدام او و سپس تکذیب آن، همچنان سرنوشت ماجرای 3 ساله پرونده عیسی شریفی معاون سابق قالیباف شهردار پیشین تهران توسط رئیسی رئیس قوه قضاییه پنهان نگه داشته شده است. رئیسی دستور داده است تا قوه قضاییه از اعلام اتهام و حکم نهایی این فرمانده
سابق سپاه پاسداران و مدیر کلیدی شهرداری تهران خودداری کند. اما رسیدگی به اسناد ارائه شده میرسلیم در باره رشوه 65 میلیاردی قالیباف نه تنها توسط رئیسی بلکه در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز رد شد. دفتر میرسلیم نیز بلافاصله در بیانیه‌ای تهدید به شکایت از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نمود. دفتر میرسلیم در این بیانیه می نویسد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان می داند موضوع اعتراف نایب رئیس وقت کمیسیون عمران درباره دریافت 65 میلیارد تومان رشوه بخشی از پرونده عیسی شریفی و هلدینگ یاس است که در دوران شهرداری آقای قالیباف تأسیس شده است، لذا باید از قوه قضاییه استعلام کنند. دفتر میرسلیم در ادامه این بیانیه تهدید کرد: امیدواریم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برای حفظ آبروی خود بیانیه خود را اصلاح کند و الا میرسلیم ناگزیر می شود از عملکرد آن هیئت به کمیسیون اصل 90 شکایت کند. دفتر میرسلیم در این بیانیه ادعا می کند میرسلیم برای روشن شدن مسئله 65 میلیارد رشوه قطعاً تا پای جان ایستاده است. به دنبال دستگیری یکی از نمایندگان و انتشار اسناد مربوط به رشوه 65 میلیاردی پاسدار قالیباف برای ملغا کردن تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری تهران در دوره قالیباف، رسانه متعلق به جریان قالیباف در تهدیدی ضمنی عنوان نمود که پرونده عیسی شریفی متعلق به یک نهاد دیگر است. رسانه جریان قالیباف می نویسد سوال مهم درباره پرونده یاس این است که چرا اسم این پرونده که متهم ردیف اول آن فرد دیگری است و اموال مورد سوء استفاده شده مربوط به نهاد دیگری است را پرونده قائم مقام شهردار قالیباف نامگذاری کردند. هرچند رسانه جریان قالیباف اسمی از این نهاد نبرد، اما طبیعتاً به دلیل اینکه عیسی شریفی از سرداران سپاه بوده باید پرسید آیا سایت قالیباف مدعی است که فساد اقتصادی در سپاه رخ داده و او این نهاد را به فساد متهم می کند؟ امتداد می نویسد ظاهراً اوضاع این پرونده آنقدر وخیم شده که قالیباف به تیم رسانه‌ایش دستور داده تا برای مقابله به مصر گوشه ای از پرده را بالا بزنند و بدون نام بردن از آن نهاد و نام متهم ردیف اول تهدید ضمنی کرده باشند تا سرداران سپاه بدانند اگر ماجرا ادامه پیدا کند پای آنها نیز به وسط کشیده می شود. رسانه ها به نقل از منابع مطلع نوشتند با انتشار خبر رشوه 65 میلیاردی قالیباف میرسلیم شدیداً تحت فشار دفتر رهبری و سپاه قرار گرفته است و با توجه به کهولت سنی که دارد بعید نیست به خاطر این پرونده جانش را با یک سکته قلبی ناگهانی بر سر نظام بگذارد. سپاس که کانال خبرچین رو تماشا کردین. لطفاً برای حمایت از ما ویدیوها رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. ممنونم.